انفجار در امام بارگاه فاطمه قندهار، دست کم 32 نفر کشته و 53 نفر زخمی شدند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بازم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال کابل وایس. امید که تا آخرین خبر با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. روزنامه اطلاعات روز در روی برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: انفجار در امام بارگاه فاطمه قندهار، دست کم 32 نفر کشته و 53 نفر زخمی شدند. حوالی ساعت 1:30 پس از چهارشنبه روز جمعه 23 میزان یک انفجار در داخل امام بارگاه فاطمیه در مربوطات حوزه اول امنیتی شهر قندهار رخ داده است. یک منبع صحی در شفاخانه حوزه قندهار به روزنامه اطلاعات روز گفت که تاکنون 32 کشته و 53 زخمی از محل رویداد به این شفاخانه منتقل شدند. ممکن است شمار کشته شدگان و زخمیان افزایش یابد. بر اساس معلومات ابتدایی، در این رویداد یک مهاجم انتحاری مواد همراهش را در داخل مسجد امام بارگاه فاطمیه در میان نمازگزاران انفجار داده است. این مسجد مربوط به شیعیان است. طالبان هم وقوع این انفجار را تایید کرده و گفتند که نیروهای ویژه این گروه به محل حادثه اعزام شدند. این گروه گفته که در تلاش است تا عاملان این رویداد را بازداشت و محاکمه کنند. هنوز مسئولیت این حمله را هم کسی به عهده نگرفته است، اما قبل از این مسئولیت حملات مشابه را گروه داعش بر عهده گرفته بود. در تاریخ 16 میزان هم یک مسجد شیعیان به نام مسجد سیدآباد در مرکز ولایت قندوز هدف حمله انتحاری قرار گرفت. با گفته منابع صحی، در این رویداد بیش از 150 نفر کشته و حدود 200 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را داعش بر عهده گرفته و گفته است که مهاجم انتحاری مسجد مرکزی شیعیان را در قندوز هدف قرار داده بودند. طبق یک خبر دیگر، رزاق ممون در گزارشنامه افغانستان می نویسد: کرام الدین کرام به مردم پنجشیر اخطار داد. بنابر اطلاع گزارشنامه افغانستان از پنجشیر، کرام الدین کرام اهل قریه سنگانه پنجشیر به حیث مسئول امور ملکی و امنیتی در پنجشیر ایفای وظیفه می کند. کرام الدین پس از مقری به قریه داران در مناطق مختلف هشدار داده است که ساکنان هر منطقه باید به امارت اسلامی رسما استحضاریه بدهند که هرگاه از منطقه ایشان به سوی طالبان شلیک شود در برابر امارت اسلامی جوابده باشند. هرگاه پاسخ ندهند به شدت مجازات می شوند. کرام الدین کرام به تاریخ 22 فوریه سال روان میلادی وقتی از پایگرد حکومت غنی به پنجشیر فرار کرد، تماس های شبکه حقانی با وی بیشتر شده بود. وی در شب تسلیم دهی پنجشیر به قطعات مختلف پاکستانی و طالبان افغانی از طریق مخابره دامدار و کابل در تماس بود. کرام الدین کرام دوش به دوش نفرات حزب تحریر در کشف و نشاندهی تمام سلاح‌کودها و موضع خاص جنگی که از زمان جهاد میشناخت با قطعات منظوری پاکستان همکاری کرد. کرام الدین کرام فیلحال در پنجشیر کارگزار شبکه حقانی است. وی در زمان معاونت اول قسیم فهیم بسیاری از قراردادهای کلان وزارت دفاع را به خود گرفت و به 1 میلیارد در جهاد تبدیل شد. مشار الیه با کانال های مافیا در افغانستان و شبکه های مواد مخدر در سطح منطقه رابطه دارد. وی سطح جریب زمین در ترکیه خریداری کرده و چندین شرکت توزیع مواد اولیه و شمول فارم های مقداری، پرورش گاو و صید ماهی در زنجیره ملکیت وی شامل می باشد. با این حال راپوری وجود دارد که دولت ترکیه جایدادهای کرام الدین کرام
را به دلیل همکاری وی با مکاتب زنجیره‌ای ترک ها در افغانستان و رابطه وی با رهبر سرشناس ضد اردوغان فتح‌الله گولند مصادره کرده است. کرام اکنون با گروه های قاچاق مواد مخدر در آسیای میانه و روسیه ارتباط دارد. هر شب حداقل 10 تن از رهبران شبکه حقانی در خانه وی در سنگانه گرد هم می آیند، ماهی می خورند و فیلم رقص های عربی را تماشا می کنند. طبق یک خبر دیگر رزاق ممون در گزارشنامه افغانستان می نویسد، از سال 2003 به بعد در بدنه یکی از کانتینرهای بازمانده از دوره مقامت اول در مسیر ورس وادی روخه بسوی دالان سنگ ولایت پنجشیر نوشته شده بود. مسعود سوداگران آرمانت سیاروی باد مخاطب کیها بودند. در تابستان سال 2003 یک از روزنامه‌نگاران در برگشت از اونابه از جریان پروسه خرسلا در پنجشیر به من گزارش داد. در ضبط صوت از میان صدا چند مصاحبه شمونده نالزنی از اونابه پیچیده بود که گریه کنان اشاره به کاروان جنگ ابزارهای گرای گلبهار بود می گفت. یک وقت این سلاح را که یک مرد به اینجا آورده بود حالا نامردها آن را فراموش می برند. مخاطبان شعار روی بدنه کانتینر وزنی و نابه کیها بودند. لباس جریانه می توانند برای مدت طولانی بر قیامت هویت مردمانی که در کره روزگار هویت تازه به خود یافتند راست کرد. من از همان زمان شوک شدم. با تشکر از این که تا آخرین خبر با ما همراه بودید. جهت حمایت کانال یوتیوب کابل آسیا سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما ایزان هستیم. تا خبرهای دیگر الله یار و مددگارتان. اوقات خوب خوش داشته باشید.